با درود بیکران به دوستان و یاران عزیز هر جای دنیا که هستید، من آبیهای رحمی در برنامه دیگر از میزگرد پادیوبرد میزبان جناب آقای آپتین آینه، شاعر و پژوهشگر از سوئد هستند. جناب آینه به برنامه ما خوش آمدید. با درود به شما و بینندگان شما و با درود به همه هممیهنانم در سراسر گیتی به ویژه در میهن نربند. جناب آقا آینه، آنچه که مطرح میشه در باره ارهاب و تروری که در حال حاضر ما میبینیم، از یک طرف کشتار دست جمعی که اسد به راه انداخته، از طرف دیگه افرین رو میبینیم، کشتار نیم میلیون نفری و به هر حال افرادی که بی خانمان شدن، چندین میلیون نفر به که از طریق ترکیه به کشورهای دیگر به هر حال به اروپا از آلمان گرفته، ایتالیا گرفته و غیره از راه دریا میخوان خودشون رو برسونن، جدن مسئله ساز شده برای کشورهای غربی که سعی بر این داشتن که مالتی کالچریز رو به پیش ببرن، ولی ما و این چند فرهنگی رو سعی داشتن به پیش برن، ما ببینیم که به حال به چه گونه به بنبست و راهیافت هایی که سعی بر این داشتن به بنبست انجام میده. همینطور در کشور آلمان میبینیم که سعی بر این داشتن سوریه ها رو به گونه قبول بکنن، در کشورهای ایتالیا، لندن و غیره، و به هر حال میبینیم که تا چند روز اینها دست چپی های افراطی سعی بر این دارن که قدرت رو در دست بگیرن. آنچه که مطرح میشه نه فقط به هر حال دعوه هست و تبلیغ که وهابی ها میکار انجام دادن و همینطور به هر حال نظام حاکم بر ایران سعی بر این نظام اسلامگراش که امت رو اولویت میبخشه به ملیت ایرانی، سعی بنی داره در کشورهای اسکاندیناو و کشورهای اروپایی صدوری از انقلاب داشته باشه. اگر القدس سعی بنی داره که صدور انقلاب رو قاسم سلیمانی با شمشیر و محمد بن سیف به پیش ببره، دارالحرب و دارالاسلام، اینا از طریق دعوه و تبلیغات گسترده و قدرت نرم تاثیرگذاری خودشون رو دارن که جای پای باز بکنن برای فردای این اسلامگرایان که از ایران با تیکه پا اونها رو به بیرون بیاندازن و ترجیح خواهند داد در کشور سوسیال دموکرات زندگی بکنن که بتونن خودشون رو تو که باید شاید در کنن. آنچه که مطرح میشه اینه که در یکایک که دانشگاه ها وقتی که برنامه های درباره اسلام گذاشته میشه، درباره آنچه که اسلام نام محمدی هستش که ناآگاه هستن اروپایی با آنچه که داره میگذره، از یک طرف ما میبینیم دولت مردان اونها سعی بر این دارن که به هر حال یک بگونه ای اسلام رو بگن peace and love، یعنی عشق و به هر حال صلح بیان بکنن، نه از روی تسلیم و کرنش که اسلام آمده، و بدون اینی که آگاهی داشته باشن با آنچه که داره میگذره و تداعی 1400 ساله برای استیلا بر کشورهایی که زیر سلطه خودشون باشه و ندای و پیام اسلام و اذان صبح خودشون رو در ساعت 3:30 صبح 4 صبح بتونن برسونن، آنچه که مطرح میشه راهکارهایی هست که چگونه میشه مقابله کرد با آن تحمیلی که و قید و قیودی که اینها از نظر به نرمش دارن تبلیغ میکنند و تاثیرگذار هستند برای به هر حال جماعت‌های جامعه اروپایی که آشنایی نداره با اسلام، نه وهابیت و اثنا‌عشریش که شیعه علوی باشه و نه آنچه که داعشی که هست از نظر شیعی در ایران، از نظر نقض حقوق بشر، و اینی که سعی بر این داره که در رسانه‌های گروهی که در دست چپی هم هست تا اندازه چشم‌پوشی بکنن با آنچه که در افرین گذشت، چشم‌پوشی بکنن
از کهریزک های به هر حال خاموش در داخل ایران داره میزنه و در خارج از ایران یک حالت دین ابزاری رو پیش خودشون اتحاد اروپا قرار داده که ما بینیم چگونه دارن فرانسه و انگلیس و آلمان سینه چاک میکنن برای اینکه از برجام بیرون نرم و پاسدار جمهوری اسلامی باشن در عرض 40 سال. به چه گونه وحشتناک این افراد بر حال خون مردم رو نه فقط شیشه کردن و باعث فرار مغزها شدن، 150 هزار تا در سال، یعنی بهترین نخبگان ما در خارج از کشور ممکنه باشن و افرادی که در حال حاضر در ایران هستن ممکنه کارگر و دانشجو در یک سطح برای امرار معاشون دارن عمل میکنن. به چه گونه شما مینگرید این آنچه گفته شده رو و راهکارهایی که در نظر دارید به عنوان یک اپوزیسیون توانا در خارج از کشور برون مرزی که امروز به چه گونه باید عمل بکنه برای اینکه اسلام راستین، اسلام ناب محمدی و داعشی اون رو بتونه بیشتر بیان بکنه از نظر رسانه‌های گروهی به زبان‌های مختلف و چه افرادی جدن اون شهامت و دلاوری رو دارن برای پیشبرد این اهداف مشترک. بفرمایید. سپاسگزارم. ببینید جناب رحیمی، من بر این باورم که دیدگاه ژرف انسان که سرچشمه میگه از یک فرهنگ غنی و توانمند میتواند زشتی ها رو به خوبی نشان بده و زیبایی رو همینطور. بعد مردمان دیگر که بهشون شهروند میگوییم میتوانند خود برگزینند. یعنی اگر بخوایم یک چهره فرهنگ ورز و معنیش کنیم یا بازش کنیم، میگوییم کسی که آگاهی ها و شناخت را در میابد، پیشیابی میکند، روشنگری میکند، برای مردمان بیان میکند تا مردمان خود برگزینند گونه زندگیشون. ولی یه سیاست مدار یا سیاست پیشه به گونه کار میکند که قدرتی را به سراشیبی سقوط برساند و دیدگاه خودش را بر جای او بنشاند برای قدرت فرمایی یا قدرت یا فرمان روایی یا فرمان فرمایی. در نتیجه ما ایرانیان در درازای، چون دیدگاهمون روی دیدگاه همکنی و در ژرفا اسلامی هستش و این گسستگی که بر سرزمین ما و بسیاری از کشورهای منطقه و جهان به وجود آورده شده، بررسی میکنیم که ایرانیان پلی بودن بین اسلام و کشورهای اروپایی و سایر جهان و این پل باید شکافته بشه، این پل باید بررسی بشه. یکی از این شاخصه های این پل عرفان بوده. عرفان نقش بسیار برجسته‌ای در ماندگاری اسلام کرده است. ببین، ما عرفان مانوی که از بوداییسم گرفته شده و عرفان یونانی و سپس این عرفان مانوی به اصطلاح عرفان اسلامی وارد شده و میدین اولین بارم روزبه پارسی و ابن مقفع بسیاری از کتابای مانی نامه، خدا نامه، کلیل و دمنه و بسیاری از نوشته ها و کتاب های برجسته به زبان پهلوی رو به عربی برگردان و سپس یه دستور زبان بسیار پیشرفتی واسه زبان عربی که زبان بسیار ابتدایی بود نوشت که هنوز هم یکی از بهترین دستورهای یا گرامر جهان هستش. بعد که حالا این زمان باشه به ابن مقفع یا روزوه پارسی خواهیم پرداخت، میبینیم که این عرفان به گونه ای عمل کرده که اون وحشیگری، بیرحمی و وحشتناکی اسلامی رو به گونه ای در واقع به خوبی و مهربانی سعی کرده تبدیل کنه و یک مسکنی باشه برای اسلام و برای خاموش شدن مردم. و این عرفان نقش برجسته ای رو کرده داشته در ماندگاری اسلام. میخوام بگم که اینا نه اینکه خودشون، مثلا فرض کن اگر بررسی کنیم روی عرفان ایرانی، اگر ملک و عارفین که همون بایزید بسطامی باشه شخصیتش رو بررسی میکنیم، ببینیم که شخصیت فردی برجسته ای داشته، یک
تیکه‌ای از سخن من بایزه بسامی بگویم. میگویم ایشان یک روز بر خطبه نماز جمعه میرفت، باران آمده بود، پایش لغزید، دستش بر دیواری فرود آمد، گفت خدای من، خداوند این دیوار، من چه ظلمی بر این دیوار کردم، دستم با لغزش پا بر این دیوار فرود آمد. گفتم خداوندگار این دیوار کی باشد؟ گفتم فردی از زرتشتی. شتابان خطبه نماز جمعه را فراموش کردم و به سوی خداوندگار دیوار شتافتم تا از خداوند دیوار پوزش بخواهم که بدون پروانه او دستم بر دیوارش فرود آمد. شما وقتی بررسی میکنین که این حالا کارن که ایشون 7 بار از بستام هم بیرونش کردن به عنوان که بیدینی حرفا. خب این شخص با این دیدگاه چقدر به این دلمش میگم ملک العارفین دیگه، این شخص چقدر پدیده انسانی این بالا و شگفت انگیزه. ولی همین پیروان اون مثلا شمس که اینقدر عرفان ایرانی مدیون و مولانا، اگر شمس رو نمیدید اصلا مولانا نمیشد، این حرفا بهش میگن که بابا الان چنگیز خان حمله کرده و این همه قتل هم نیشابور با خاک یکسان کرده، گربه و سگاه هم کشته. میگه خب شما سپاسگزاری کنید از خدا، خدا خواسته که این کار انجام بشه. خب یکی از در واقع شاخصه ها ما گفتیم عرفان بوده که این دین رو سعی کرده آرام نشان بده، خوب نشان بده، بدیاشو بگیره برای ماندگاریش. ما باید این شاخصه ها، این پل ها رو در واقع بشکنیم، نشان بدهیم. یک نمونه دیگه، علامه طباطبایی بعد از امام محمد غزالی بزرگترین فیلسوف یا در واقع فقیه بزرگ جهان اسلامیه. من اتفاقا با یکی از بستگانش هم دوست هستم. شما بیان بررسی کنید این کتاب المیزان به 50 جلد قرآن و تفسیر قرآن المیزان 50 جلده. خب حالا شما بیان در آخر عمر این آقا بررسی کنید ببینید که این کیش مهری که آقای شجریان خونده، ترانه کیش مهر، اصلا خود این نواری آلبوم کیش مهر به نام شعریه که علامه طباطبایی نوشته. اینم بگویم این انقدر جایگاه بزرگی بین علمای اسلامی داره که خمینی با اون همه غرور کاذبی هم که داشت 3 بار رفت و ایشون رو ببینه، گفت و بگی نیاد قبولش اگر روش ملاقات داشته باشه. ایشون شعر 25 خطی که هست، غزل بسیار توانمندی هم هست، کاملا نشون میده که اصلا ایشون مهریه، یعنی میترائیسم قبول داره. ولی این 50 جلد المیزان هم نوشته تفسیرش. اینا رو به این دلیل میگم که این واسطه های عرفانی که در درازای تاریخ 1400 سال ما از بایزید بسطامی تا همکنون علامه طباطبایی شده، شما بعد از اسلام بگیرید. اسلام و اون چی که هست خیلی ناب محمدیش همونو در اختیار در واقع چهرهای خردمند، چهرهایی که دانش و آگاهی دارن و سپس در بین مردم، اون موقع به صورت مستقیم و زنده با اسلام رابطه برقرار میکنن و اون موقع در میابن این دین و این ایدئولوژی چقدر پلیدانه است. بعضی ها این دوستای من که خیلی هم چپ هستن، یا منم خودم یک چپ ایرانی یا یه عیار ایرانی میدانم، میگن آقا همه دینا چرت پرتن، فرق نمی کنن. من میگم نه 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 نه، این فرار به جلوه، خیلی با هم دیگه فرق میکنن. نخست اصلا این ایدئولوژی دین نیستش که ما اصلا باید دین رو تعریف کنیم، ایدئولوژی هم تعریف کنیم که آیا اصلا این دین یا ایدئولوژیه. این یک ایدئولوژی به تمام معنیه که از اولش هم با درو و نیرنگ و کشت و کشتار آغاز شده، همشون هم پیوند داره. ما اینو اگر در واقع بتوانیم نشان بدهیم به مردم دنیا، به رسانه ها، به مردم، البته هم گفتم گروه ها و بسیاری از دولت مردان کشورهای دیگه بر مبنای منافع خودشون نمیخوان این
خوشی اسلام، این حقیقت اسلام رو دریابن. حالا ما چگونه و به چه زبانهایی و به چگونگی دیدگاهی میتونیم برسیم که بتوانیم نشان بدهیم، کاری از کارستان و به باور من یکی از بهترین راهکارهایی هست که میشود اسلام رو معرفی کرد. نه اینکه ما بخوایم توهین کنیم، بخوایم ستیز کنیم. ما به عنوان یک انسانهای خردمند که جان و توانمون رو گذاشتیم برای آزادی و آبادی سرزمینمون، شاید هم در رابطه با جهان مفید قرار بگیره و جهان، میتونیم این راهکار رو پیشه کنیم و بهترین میتونه باشه. با تشکر از جناب آبتین آینه از سوئد به عنوان شاعر و پژوهشگر، مبحث امروز اگر بخوام نتیجه گیری بکنم، برحال ما به چگونه میتونیم طرد جزمیت بکنیم از خانش از طریق تعقل و خردگرایی، از خانش متون و روشننگری که درباره اسلام و قرآن و سیرت نبی و حدیث هایی که گفته شده، که اینکه بتونیم اون رو از آنچه که در عرفان تلطیفی به اسلام ناب محمدی که در سطل اسلام بوده که با خدعه و نیرنگ سعی بر این داشته که قدرت نمایی میکنه و با قدرت یکی شده و دین سالاری بوده و همینطور که ما میبینیم صحابه و همینطور اخوان المسلمین سعی دارن از سیریت قدر گرفته تا دیگران تا بن لادن و داعش دولت الاسلامی فی عراق و شام و با گویش عربی اینها باید گفته بشه که ما بدونیم زبان پارسی نیست و همینطور متونی که از پهلوی گرفته شده، چه برحال ابن مقفع و همینطور روزبه کبیر و دمنه و غیره، که از روی عرفان تلطیفی داشته باشد در آن اسلام که در صدر اسلام بوده با کشت و کشتار و غیره که نامانوس هست امروزه برای افرادی که نمیتونن باورمند باشن که بیش از 1 میلیارد نفر به هر حال به زور شمشیر محمد بی سیف اینها به اسلام گرویدن، نه از روی برخواست خودشون، همینطور که در بین ایرانی ها ما این رو یافت میکنیم که 1400 سال پیش اینها قبل از اون برای خودشون تمدن و فرهنگی داشتن پویا که به چگونه کتابخانه هایی رو ما میبینیم در تیسفون، در جندی شاپور و همه رو به آتش کشیدن برای پیشبرد یک کتاب و به نام الله. با تشکر از جناب آقای آینه تا برنامه بعدی ما سپاسگزارم که با ما در میزگرد پادیابند امروز بودید. جناب آقای آینه با سپاس، بدرود.